به نام خدا، مرتضی حسین زادگان هستم، دانشجوی رشته ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تو آزمون امسال همونطوری که در جریانیم به ما رتبه زیرگروه ندادن، ولی رتبه کل من تو رشته پریو ترمیمی 13، اندو 14، پروتز اطفال 15، بیماری ها 17، رادیو اورتون 19، جراحی 24 و پاتولوژی 25 بود. نحوه مطالعه من برای این آزمون اینطوری بود که سعی می‌کردم به برنامه هر هفته مؤسسه پارس برسم، ولی شاید دقیقا هر روز به اون بودجه بندی مؤسسه نمی‌رسیدم. برای همین برنامه روزانه برام یکم تغییر می‌کرد، ولی آخر هر هفته به بودجه بندی مؤسسه رسیده بودم. تو دوره عمومی من دانشجو متوسطی بودم، بیشتر امتحانا رو شب امتحانی پاس می‌کردم. همونطور که می‌دونید آزمون ما قرار بود تیر ماه سال 1400 برگزار بشه، برای همین من پکیج مؤسسه رو خرداد سال 99 تهیه کردم، ولی اوایل خیلی پیوستگی نداشتم، ساعت مطالعه‌ام شاید روزی 2 ساعت بیشتر نمی‌شد. برای همین برای کسی که می‌خواد تمام وقت برای آزمون مطالعه کنه، به نظرم 9 تا 10 ماه می‌تونه کافی باشه. ساعت مطالعه مفیدم هم همونطور که گفتم از روزی 2 تا 3 ساعت شروع شد تا اواخر نزدیک آزمون که 10 تا 12 ساعت میتونستم تو ماه که بتونم این مسیر رو با موفقیت پشت سر بذارم. خیلی کمک هم کردن پدر و مادرم که همیشه حمایت هم کردن، و عامل دوم مؤسسه پارسه بود که هم کتاب ها، هم اساتید و هم آزمون ها و آزمونک های آنلاینش خیلی تو این مسیر کمک هم کردن. در مورد این که توی این مسیر خستگی سراغم اومد یا نه، بله همونطور که گفتم آزمون برای ما یکم فرسایشی شد، چون 3 ماه هم عقب افتاد. به خاطر همین فرسایشی بودن خودش هم باعث خستگی شد، به خصوص تو اواخر، تو 1-2 ماه آخر نزدیک آزمون خیلی میشد که خسته بشم. ولی خب چون از وقتی که گذاشته بودم میخواستم نتیجه بگیرم، سعی میکردم با یه استراحت یا اینکه چند ساعتی و پیش دوستان باشم انرژیمو جمع کنم که در مورد درس زبان من تونستم درس زبان رو تو آزمون 72% بزنم. کاری که من برای درس زبان کردم اینطوری بود که سعی می‌کردم هر روز 20 دقیقه برای این درس تایم بذارم، و اوایل همین رفرنس هایی که سازمان سنجش معرفی کرده بود و مطالعه کردم و لغت هایی که به نظرم مهم بود و توی دفترچه نوشتم. بعدش چند تا کتاب تستم همین کارو کردم، مطالعه کردم و لغت هاشو تو دفترچه نوشتم، و این 1-2 ماه آخر فقط همین لغت رو مرور جلسه کردم. آزمون من اوایل یکم استرس داشتم، ولی آزمون که شروع شد چند تا سوال جواب دادم، و با دیدن این که نکات مربوط به سوالا رو تو کتاب ها دیدم استرسم کم شد. من ورودی 93 دانشگاه تهران بودم، دفاع پایان نامم رو 1 سال عقب انداخته بودم و بار اولی بود که آزمون میدادم، و در زمان مطالعه رشته ارتودنسی از اول دوست داشتم، ولی چون فکر میکردم رتبم خیلی خوب نمیشه، علاوه بر رشته ارتودنسی به پروتز هم در فکر مورد میکردم. آزمون های آزمایشی من هر 4 تا آزمون آزمایشی مؤسسه رو شرکت کرده بودم، و به نظرم شرکت تو آزمون خیلی میتونه مفید باشه، هم از این نظر که شرایط آزمون دستیاری رو شبیه سازی میکنه، خیلی کمک کننده است این آزمون ها، هم از این نظر که جامعه آماری که تو آزمون ها شرکت میکنن خیلی بالاست. رتبه‌ای که تو این آزمون به خصوص آزمون های آخر میارین میتونه شبیه به رتبه آزمون دستیاریتون باشه. مثلا من میانگین رتبم تو آزمون های پارس 15 بود، تو آزمون دستیاری هم میانگین رتبه هم 17 شد که تقریبا شبیه همون رتبه آزمون دوستانی که میخوان تو آزمون دستیاری شرکت کنن، اینه که از همون ابتدا با برنامه ریزی هدف پیش برن و نگران ناامیدی و خستگی طول مسیر نباشن، مطمئن باشن یه درسی که برای شما سخته برای همه هم همین سختی رو داره. از خدمات و مؤسسه پارسه تشکر میکنم که هم کتاب ها هم ویس های آموزشی عالی بودن و باعث میشدن نکاتی که برای آزمون مهمه برامون بولد بشه، و روی مواردی که برای آزمون ارزشی ندارن خیلی وقت نذاریم.